خب حالا واکنش غیر همولیتیک تبدار چیه؟ علتش سایتوکین ها و فاکتور های محلول در پراسماه. میتونه با تب در طی تزریق یا چند ساعت بعد از تزریق خودش رو نشون بده با لرز، تهوع استفراغ، افزایش سرعت تنفس، افت فشار خون جز از علائم واکنش غیر همولیتیکه میتونیم بهش اسامین فن بدیم یا مپریدین بدیم 25 تا 50 میلی گرم به صورت آی وی اگر لرز مریض خیلی شدید باشه برای پیشگیری از این واکنش هم میتونیم از و فن به مریض بدیم کورتیکو استروید بدیم یا مپریدین بدیم اما آسپرین کنتراندیکاسیون داره میتونیم از گلوبول قرمز فرش یا تازه استفاده کنیم فرش بلاد سر فرش رد بلاد سر به خون تازه به خونی گفته میشه که دوازده تا 24 ساعت قبل گرفته شده از دهن از گیرنده یا اهدا شده باشه یا از گلوبول قرمز شسته شده استفاده کنیم یا از فرورده که لوکوسیتشون کمه یعنی فرورده های خونی کم لوکوسیت استفاده کنیم واکنش های حساسیتی بعد از انتقال خون مثل چی؟ مثل شوک آنافیلاکتیک مثل کهیر تنگی نفس که معمولا شوک آنافیلاکسی خب خیلی نادره علتاش نامعلومه اما گفتن به دلیل فاکتورهایی که در پلاسما وجود داره میتونه باعث واکنش های حساسیتی بشه معمولا بین یک بین 45 دقیقه تا یک ساعت بعد از تزریق ممکنه علائم حساسیتی رو ببینیم مثل کهیر واکنش های پوستی همون مثل کهیر خشونت صدا ویز تنگی نفس دیسپنه هایپوتانسیون و علائم گوارشی تهوع استفراغ رو ممکنه ببینید. وقتی که مریضتون هایپوکسی شد یا هایپوتانسیون متعاقب تزریق خون داشت حتما پوستش رو از نظر کهیر بررسی کنید یعنی این یه نکته کلیدیه که اگر دیدید مریضتون این دوتا علامت داشت پوستش هم حتما بررسی کنید حتی اگر در اتاق عمل زیر گان جراحی بود باید از نظر واکنش آنافیلاکتیک چک بشه اقدام پرستاری مناسب یکی اینکه تزریق فراورده رو متوقف میکنید اگه کهیر مریض شدید بود و بیشتر از دو سوم بدنش رو گرفته بود تزریق باید قطع بشه و مجدد شروع نشه و دیفین هیدرامین 25 تا 50 میلی گرم رو براش تجویز کنید بیمار رو در وضعیت تلندرنبرگ یعنی پاها به سمت بالا قرار بدین اپینفرین، کورتیکوستروئید، دیفین هیدرامین، وازوپرسور و مراقبت‌های حمایتی رو برقرار کنید برای بیمار. برای پیشگیری میتونید از استروید های داخل وریدی و دیفین هیدرامین استفاده کنید اگر کهیر و راش های پوستی کمتر از دو سوم سطح بدن بود یعنی سایزش خیلی کم و کوچیک بود و پراکنده بود و علائمی علائم واکنش های شدید آلرژیک رو در بیمار ندیدید میتونید تزریق رو به صورت آهسته ادامه بدید مورد بعدی ترالیه آسیب حاد ریوی ناشی از تزریق خون گفته شده که علت کام مشخصی برای این وجود نداره معمولا در زمان تزریق یا یک یا دو ساعت بعد از تزریق تا حد اکثر شیش ساعت بعد آسیب ریوی در مریض ایجاد میشه معمولا قبلش این بیمارا فاقد هرگونه گونه علائمی بودن و هیچ ریس فاکتور قبلی دیگه دال بر بیماری های آسیب ریوی نداشتن بیمار دچار دیسپنه، هایپوکسی، تب و افت فشار خون میشه که در اغلب موارد دیده شده که 24 تا 72 ساعت بعد این علائم برطرف میشه اما اگر حین تزریق خون شما این علامت ها رو دیدید باید تزریق خون رو متوقف کنید نرمال سالین رو برقرار کنید علائم علائم حیاتی بیمار رو چک کنید مجدد هویت بیمار و کیسه خون رو بررسی کنید پزشک و مطلع کنید خون تزریقی رو با ستش و کلام کنید به بانک خون برگردونید آرزه بعدی اوورلود ناشی از تزریق خونه که به اختصار تاکو معموله یا رواج داره ترانسفیوژن اسوشییتد سرکولاتوری اوورلود به علت نارسایی های قلبی و تزریق فراورده با سرعت زیاد ایجاد میشه بازم علامتش دیسپنه اورتوپنه سیانوز تاکیکاردی افزایش فشار وریدی و افزایش فشار خونه معمولا در بیماران بالاتر از 60 سال شیرخواران و بیمارانی که آنمی شدید دارند دیده میشه مخصوصا افرادی که هموگلوبینشون کمتر از پنجه مثلا دیده شده که در بیمارستان مریض با سن بالا پزشک حاضر نیست تزریق خون براش انجام بده میگه به دلیل, او... دلیل سن بالا و عوارضی که داره من حاضر نیستم مسئولیت تزریق خون رو بپذیرم اه... تاکو رو با ترالی از طریق عکس قفسه سینه تشخیص میدن یعنی حتما از مریض یه چست میگیرن اقدامات لازم خون قطع می کنید اکسیژن و دیورتیک برای مریض شروع میشه به بیمار وضعیت نشسته میدین بهتره که تزریق خون حد اکثر تا چهار ساعت باشه یعنی اینکه که سریع تزریق خون تموم نشه و قبل از تزریق خون میتونن دیورتیک بدن آرزه بعدی هایپوتانسیونه اکثر موارد عوارض کاهش فشار خون و متعاقب تزریق پلاکت مشاهده می کنن. علائم دیگرش مثل دیسپنه، کهیر و تعوا استفراقه. در مورد الگوریتمش توضیحش اینه که اگر بیشتر از 30 میلی, میلی متر جیوه در فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک ما کاهش داشته باشیم، تعریفش میشه هایپوتانسیون. یعنی شما وقتی که فشار خون مریض رو قبل از تزریق خون گرفتید 15 رو هفت و الان شده ده یا یازده سی میلی متر جیوه کاهش فشار داشته این میتونه جز اندیکاسیون یا تعریف هایپوتنشن حین تزریق قرار بگیره مجدد باید ترانسفوزیون رو متوقف کنید تزریق داخل وردی مایات رو شروع کنید و تشخیص های افتراقی دیگر رو باید مد نظر قرار بدید همونجوری ال... که گفتیم یه سری از علائم همشون با هایپوتانسیون همراه بودن مثل واکنش همولیتیک حاد ناشی از تزریق خون سپسیس باکتریال واکنش شدید تبدار غیر همولیتیک هایپوتانسیون با واسطه برادیکینین ها و آرزه ریوی ناشی از تزریق خون یا همون ترالی خب اگر این علائم بود یعنی اگر این تشخیص ها بود اصلا نباید تزریق رو شروع کنیم و اگر این عوارض نبود یعنی تشخیص افتراقی رو رد کردیم که میشنونیم بگیم که کاهش فشار ربطی به تزریق فراورده نداشت بعد از ارزیابی مجدد میتونیم تزریق خون رو آغاز کنیم یا ادامه بدیم مورد بعدی واکنش های همولیتیک تخیریه یا دیلی حداقل 24 ساعت بعد از تزریق خون رخ میده زمان بین تزریق خون اه... تا تشخیصش روزها تا هفته ها ممکنه زمان ببره بیشتر بیماران طی دو هفته اول حتی دیده شده تا 6 هفته بعد از تزریق این علایم رو نشون میدن یعنی علایم دیلی رو دارن نشون میدن پاتوفیزیولوژیش به علت پاسخ یادآوره یعنی از قبل بیمار حامله بوده حاملگی اخیر داشته یا تزریق خون قبلی داشته که در خونش بر ضد آنتیژن قرمز که در گذشته آنتیبادی زدش آنتیبادی ضد اون در بدنش تشکیل شده بدنش ریاکشن نشون داده که میتونه باعث همولیز در مریض بشه علائم بالینیش همولیز بسیار خفیف خارج عروقی و یا گاهن داخل عروقیه مشخصه اصلیش تب به دنبال تزریقه و یک کمخونی غیر منتظر است از دیگر علائم زردی چست پین و تنگی نفسه در یافته آزمایشگاهیش افت هموگلوبین و افزایش LDH و هایپل بیلی رو رو میبینیم. لوکوسیتوز دیده میشه. برای درمانشم معمولا خب بیشتر بیمارا اینو تحمل میکنن و خیلی نیاز به درمان ندارن و حمایتیه اما اگر خیلی شدید باشه میتونیم تزریق آی وی آی جی داشته باشیم خب همه اینا رو گفتیم اگر این عوارض در بیماران در صورت مشاهده عوارضی که گفته شد باید به وسیله فرم گزارش عوارض ناخواسته به واحد هموویژولانس گزارش بشه هر آرزه در یک فرم گزارش میشه. اگر بیمار بیشتر از یک آرزه را در هند یا بعد از تزریق داشت برای هر واکنش گفتیم فرم جداگانه باید پر بشه. اگه واکنش های ای که مورد تردیده و نمیدونیم که این ناشی از انتقال خونه یا نه نیازی به پر کردن فرم نیست. حالا چیکار کنیم که از عوارض تزریق خون پیشگیری کنیم؟ مهمترین نکته اصلی ترین نکته و اینکه بسیار بسیار باید بهش توجه کنیم بررسی هویت بیماره موقع تهیه نمونه خون و قبل از تزریق خون و هنگام تزریق خون در این سه نوبت باید بیمار رو چک بکنیم بررسی دقیق فراورده ارسالی از بانک خون مطابقت دادن کیسه خون با فرم تزریق خون با فرم یا فرم خون و فراورده و کیسه خون باید اینا همشون با هم چک بشن اطمینان از تحویل فراورده صحیح به بخش انجام بررسی های قبل از تزریق توسط دو تا پرستار و کنترل سرعت تزریق اگر این پنج عامل رو انجام بدیم به احتمال بسیار زیاد میتونیم از عوارض ناخواسته هنگام تزریق پیشگیری کنیم علل خطاهای موجود در زنجیره انتقال خون همونجور که گفتیم تجویز ناصحیح یعنی بیمار نیاز به خون نداشته ولی براش تجویز شده یا اشتباهی در انتخاب فراورده داشتیم و یا اینکه شناسایی بیمار در زمان نمونه گیری یا در زمان تزریق خون درست تعیین هویت نشده نمونه بر برچسب گذاری غیر صحیح شده در ارسال انتقال در ارسال خون از بانک خون به بیمارستان اشتباهی صورت گرفته در تزریق خون یا فراورده خطا داشتیم یا اصول ذخیره سازی و نگهداری و حمل و نقل رو را رعایت نکردیم و یا آزمایش های انتقال خون به روش صحیح انجام نشده که جز خطاهای فنی آزمایشگاه محسوب میشه به صورت خلاصه و جنبندی چیزی که میتونیم بگیم هموویژولانس به معنای مراقبت از دریافت کنندگان خونه و به تمامی اثرات ناخواسته در فرایند تزریق خون گفته میشه در صورت تجویز غلط در صورت زمان اش... به صورت خلاصه و جنبندی هموویژولانس به معنای مراقبت از دریافت کنندگان خون در مقابل عوارض ناخواسته ناشی از انتقال خون گفته میشه عوارض انتقال خون ممکنه به دلیل تجویز غلط یعنی اینکه بیمار نیاز به خون نداره ولی براش خون تجویز شده و یا در انتخاب فراورده خونی اشکال یا اشتباهی شده بیمار تعیین هویت یا شناسایی نشده در زمان نمونه گیری یا زمان تزریق خون و یا نمونه گیری یا برچسبگذاری گذاری غیر صحیح صورت گرفته شایع ترین خطا در روند تزریق فراورده به خاطر اختلال در مستندسازی و یه خطای انسانیه توجه داشته باشید که در درخواست خون حتما باید در فرم های مخصوص باشه از پذیرش هر گونه درخواست تلفنی به دلیل احتمال خطا پرهیز کنید قبل از تزریق خون هویت بیمار رو چک کنید کیسه خون و علائم حیاتی بیمار رو چک و ثبت کنید در هنگام تزریق خون وقایعی مثل زمان تزریق خون عوارض حین تزریق داروهایی که ممکنه به طور همزمان بخواید موقع تزریق مصرف بشه برای بیمار در فرمهای مخصوصش حتما ذکر کنید وضعیت بیمار رو بعد از ترانسفوزیون خون چک کنید اگر وقایعی رخ داده مطابق با فرم نظارت بر تزریق حتما ثبت کنید مقدار خون باقی مانده در کیسه باید ثبت بشه به بیمار و خانوادهش در مورد واکنش های تخیری یا دیلی حتما آموزش داده بشه در زمان ترخیص قانون سی دقیقه رو حتما رعایت کنید یعنی از زمان دریافت کیسه خون از بانک خون تا تزریق خون به مریض باید سی دقیقه باشه اگر بیشتر از سی دقیقه نیازه که مصرف کنید باید حتما خون یا فرآورده در یخچال نگهداری بشه با دمای یک تا شیش درجه سانتیگراد تمام فرآورده های خونی طبق قانون چهار ساعت باید تا چهار ساعت بعد از خروج از <coughs> یخچال بانک خون مصرف بشه تا خطر رشد باکتری و انتقال عفونت کاهش پیدا کنه در صورت وجود هر گونه احتمال واکنش حاد انتقال خون باید تزریق و متوقف کنید بلا فاصله به بانک خون و یا پزشک معالجش اطلاع بدید و اینو بدونید که علت اصلی واکنش های حاد همولیتیکی ناشی از تزریق خون ناسازگاره و عدم پیروی از روش های صحیح انتقال خونه وقتی یه تزریق خون ناسازگار به وجود میاد باید بدونید که یک عامل انسانی یا خطای انسانی درش دخیل بوده به دلیل مستندسازی و چک نکردن هویت بیمار نکته آخر این که قابل انتقال توسط خون جدی ترین عوارض تاخیری انتقال خونن. به این جهت که واکنش تأخیری ممکن روزها، ها یا ماه‌ها بعد از تزریق اتفاق بیفته و این احتمال وجود داره که ارتباطش با تزریق خون پنهان بشه. بنابراین باید تمامی موارد تزریق خون رو به صورت دقیق در پرونده بیمار درج و ثبت کنیم. و در نهایت ریچکت 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 با کنترل های مکرر و روش صحیح کاری میتونیم از بسیاری از خطاها جلوگیری کنیم منابعی که در این تحقیق یا در این ارائه استفاده شده ملاحظه میکنید خیلی ممنون از توجه شما خسته نباشید